أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان في توقيعه الشريف ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم هدیه به پیشگاه با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجلله اش جناب نرجس خاتوم و جده مکرمه اش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تبریک میلاد با سعادتش صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر مجللش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند
و همه ما را امشب در این بزم نورانی حاجت روا فرماید، صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنیم. امیدوارم خدای متعال ایدی همه ما را تعجیل فرج مولایمان و دیدار جمال انورش قرار دهد. صلوات سوم را قراتر ختم کنید. بحثی رو که در شبهای گذشته در این محفل نورانی دنبال می کردیم، بحثی بود در ارتباط با حقیقت و کیفیت ارتباط با امام از سلام الله علیه در دوران غیبت کبرا. چکیده بحث این شد که ارتباط با امام زمان امری محال نیست. خدا امام زمان را نیافریده است که در پس پرده غیبت بنشیند، با شیعانش کاری نداشته باشد. خدا امام زمان را نیافریده است که کسی نتواند با او ارتباطی برقرار کند. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما امامانی برای شما قرار دادیم که شما را هدایت به امر ما کنند. لازمه این که امام شیعه خود را یا حتی غیر شیعه خود را به امر توحید، به امر ولایت، به حلال و حرام خدا هدایت کند و با احکام خدا آشنا سازد، اینه که اون انسان باید بتواند با امام خیش ارتباط برقرار کند. هرچند ائمه گذشته ما مطالب را برای ما فرموده اند، اما هر امامی نسبت به شیعه خود تکلیفی و وظیفه ای دارد و هر شیعه ای هم در برابر امام خیش احساس تکلیفی می کند که حق امام خیش را ادا کند، به محضر او شرفیاب شود، سوالات و مشکلات خود را با امام خیش در میان بگذارد، جواب دریافت کند و به کمالی دست پیدا کند. البته غیبت امام زمان حکمت‌هایی دارد که در روایات بیان شده است و بحثش مفصل است، اما معنای حکمت‌های غیبت امام این نیست که ما به هیچ وجه نتوانیم با امام خیش ارتباط برقرار کنیم. بنابراین ارتباط امریست ممکن، اما راه دارد. یکی از راه ها گفتیم باور کردن امام است. امام را باید با تمام شخصیتی که دارد، با تمام شناسنامه‌ای که دارد، با تمام مقامات عالیه اش باور کرد و پذیرفت و به او و مقاماتش معتقد شد. قدم دوم بعد از اعتقاد کسب معرفت امام است. این امام را باید بیش از پیش شناخت و با توجه به این که امام خلیفه خداست و خلیفه خدا یک دریای بیکرانی از کمالات است، هر چه شما او رو بیشتر بشناسی باز جا دارد که مراتب برتر و بالاتر معرفت او را کسب کنید. و این معرفت گفتیم در آیات و روایات جستجو می شود و بخشی از اون علمی است که نور است و یقذفه الله فی قلب من یشاء. خدا هر کی را که انتخاب و اختیار کند این نور معرفت را در دل او میتاباند. پس باید گدایی کرد، از خدا خواست، از خود ولی خدا خواست که اون نور معرفتش را در دل انسان بتاباند.
قدم بعدی گفتیم این است که این معرفت علائم و نشانه هایی دارد. باید نشانه های معرفت امام در زندگی انسان نمود داشته باشد. مثلا به عنوان مثال که دیشب عرض کردیم، امام اهل نماز است، نمازش هم اول وقت است و نمازی میخواند همچون نماز جدش امیرالمؤمنین. در سجده نماز تیر از پای مبارکش بیرون میکشند ولی او متوجه نمیشود. یا مثل نماز زین العابدین که فرزندش میان چاه میافتد، زنها و کنیزها داد و فریاد و سر و صدا، بچه میان چاه افتاد ولی زین العابدین اونچنان غرق در انوار جلال و جمال خداست که متوجه نمی شود فرزندش میان چاه افتاده است. امام زمان نمازی این گونه می خواند. اگر من معرفت به امام زمان دارم و در سایه اون معرفت محبت به امام زمان پیدا کرده ام، یکی از قوانین مسلمه در میدان محبت انعکاس صفات محبوب در شخص محب است. یعنی حالات و صفات محبوب باید در شخص محب منعکس بشه تا صداقت او را در محبت محبوب برساند. شما اگر بتونید سطح محبتتون رو به امام زمان بالا ببرید، به طور خودکار و اتومات توجهتون تو نماز بیش از پیش خواهد شد. و این یکی از اسرار این است که خدا مزد رسالت خاتم الانبیا را مودت ذوی القربای او قرار داده. چون شما وقتی محبت به امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و ائمه طاهرین تا امام زمان پیدا کردید، یکی از حالات تمام این ائمه اون حالت التجاء الالله در حال نماز است. وقتی شما محبت پیدا کردید، شبیه اون حالت، خود اون حالت که نمی شود، چون ما هیچ وقت نه ایمان امام زمان رو داریم، نه معرفت او را نسبت به خدا، نه ادب او را، نه محبت او را نسبت به خدا، نه یقین او را، نه ترک گناه او را. اما یه شباهتی میتونیم پیدا کنیم، اونم یک شباهت مایی، یک شباهت جزئی. اقلش اینه که میفهمیم تو نماز چی میگیم، اقلش اینه که نمازمون اول وقت میخونیم، اقلش اینه که تو نماز به این ور اون ور نگاه نمی کنیم، اقلش اینه که سجده و رکوعمون رو کامل به جا میاریم، اقلش اینه که قنوت وقتی میگیریم واقعا با خدا حرف میزنیم، از خدا حاجت میخوایم. چطور با برادر مؤمنت، با یه رئیس اداره که میری کار داری، با همه وجود حرف میزنی، التماس میکنی، حاجتتو میگی؟ خب همینطور تو نماز باید حاجتتو به خدا بگی. این حالت تو نماز برای آدم پیش نمیاد مگه این که اهل محبت بشی، واقعا به امام زمانت عشق ببرزی، به این انسان پاک طاهر مطهری که خدا به برترین طهارت او را تطهیر کرده است. اگر نماز معراج مؤمن است، حقیقت معراجیت نماز برای امام زمان است. اگر نماز قربان و کل تقیس، حقیقت اون قربانیت برای ولی خداست. من باید یه نزدیکی به اون حالات امام زمان پیدا کنم. اشباهت مای اینه که یک برق امیدی در دل من می جهد که امیدوار باشم امامم را ببینم. گفتم باید یک سال مقید بشید نمازاتون اول وقت بخونید، با توجه بخونید، برای خدا بخونید، با حوصله نماز بخونی، برای نماز وقت بگذاری، تو نماز با خدا واقعا حرف بزنی، بعد از نماز ترغیبات رو بگی، تسبیح از زهرا رو کامل دقیق
یک یک بشماری الحمدلله الحمدلله الحمدلله، این گونه ذکر بگویی تا یواش یواش این وجود تیره و تار روشن و نورانی شود. آثار گناه از وجود انسان یکی پس از دیگری محو شود. یکی از راه های ارتباط با امام زمان ترک گناه، توبه نصوح از هر عمل زشتیست. چرا؟ چون گناه کمترین اثرش در وجود انسان اینه که آدمو تیره و تاریک میکنه. امام یک وجود روشنه، یک وجود منوره. گناه آدمو ملوث میکنه، آلوده میکنه، کثیف میکنه. امام یک وجود پاک، تمیز، مطهر، صیقلی است. با این امام پاک منور بخوای ارتباط برقرار کنی، باید از اون آلودگی ها خودتو نجات بدی. ببین تعبیر امیرالمومنین چقدر زیباست، میفرماید تعطروا بالاستغفار، با استغفار کردن و عذرخواهی کردن از خدا خودتون رو معطر کنید. لوس گناه، بوی گند گناه، آلودگی گناه رو از دل و جان خودتان بشویید. صریح کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. قرآن خونده اید؟ قرآن میگه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر بدبختی که سراغ شما میاد ای مسلمونا نتیجه عمل کرد شماست. هر مصیبت، قرضدار میشید، مریضدار میشید، گرفتار میشید، ورشکست میشید، آبروتون میره، چکتون رو بالا میکشن، پولتون رو میخورن، همسایه بد اخلاق گرفتارش میشی، زن بدخو و تندخو گرفتارش میشی، فوشت میدن، پات به زمین میخوره، درد میگیره، چاقو دست تو میبره. هر مصیبتی قرآن میگه گرفتارش میشید نتیجه عمل کرد خودتونه. تازه خدا خیلیاشو میبخشه، قانون خداست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، صریح قرآنه. خدا وضعیت هیچ قوم و جمعیتی را تغییر نمیدهد مگر اون که اون قوم و جمعیت وضعیت خودشونو تغییر بده. الان ما گرفتار غیبت امام زمان شدیم. یکی از علل غیبت امام زمان ظلم مردم است، گناه و معصیت مردم است. علی ابن مهزیار وقتی که خدمت امام زمان شرف یاب شد میگه داخل خیمه که رفتم، بعد از اونی که چهره حضرت رو ترسیم میکنه و زیبایی های حضرت رو بیان میکنه، میگه حضرت رو کردن به من، فرمودن علی ابن مهزیار مردم عراق در چه حالن؟ گفتم آقا مردم عراق وضع خوبی ندارن. بعد گفتم شما چرا از مردم عراق جدا شدید، اومدید توی بیابونا مسکن گزیدید؟ فرمود پدرم امام حسن عسکری با من عهد بسته در جاهایی که مردم معصیت کاری زندگی میکنن که خدا بر اونها غضب کرده من سکنا نگزینم. مردم عراق گرفتار انحرافات فکری و عملی اند.
من حجت ابن الحسن چرا برم تو اهل معصیت زندگی کنم که مورد غضب خدا قرار گرفتن و خدا میخواد در قیامت هم اونها رو عقاب کنه. پدرم به من گفته مهدی جان برو در دل کوها و بیابانهایی که هیچ کس زندگی نمی کند خیمه بزن و زندگی کن. ای قربت امام زمان ماست، به خاطر گناهان ما تو ما نمیاد. آیا نباید توبه کنیم؟ نباید گناه کردمونو جبران کنیم و نسبت به آینده تصمیم بگیریم که دیگه گناه نکنیم؟ آیا شیطان باید دائما وسوسه کنه؟ مگه آقا میشه گناه نکرد؟ بله که میشه، این وسوسه شیطونه. مگه میشه دروغ نگفت و معامله کرد و سود بود؟ بله که میشه. ما خدا داریم، رازقمون خداست. روایت داره امام صادق سلام الله علیه میفرماید عبادت 10 جزء. عبادت چیه؟ مجموعه اعمالی که انسان انجام میده. 10 جزء، 9 جزءش کسب حلال و حلال خوردنه. خیلی حرفه، کلام امام صادقه. یعنی 1 جزءش نماز و روزه و حج و زکات و زیارت عاشورا و اشک بر سید الشهدا و دعا خوندن و الی ماشاءالله. 1 جزء عبادت، تمام این کارهایی که انجام میدی. 9 جزءش درآمد حلال داشتن و حلال خوردن. زندگی اون اولیاء خدایی که با امام زمان مرتبط بودن، دقت کن، مطالعه کن، ببین چقدر مقید بودن به درآمد حلال. کمتر میخوردن اما حلال میخوردن. نماز صبحشون هم میرفتن پشت سر امام زمانشون تو بیابونای اصفهان یا شیراز یا مشهد یا جای دیگه میخوندن. یا قصه های واقعیت داریست. پس باید از حرام، از گناه فاصله گرفت تا بتوان با امام ارتباط برقرار کرد. لذا گفتم این بحث یه مقدار سخت پذیرشش اما خیلی مهمه، بحث کلیدیست. ریشه های این بحث تو متن آیات و روایات. حتی خود امام زمان میفرماید در این عبارتی که در صدر منبر تلاوت کردم، در یکی از توقیعات حضرت می فرمان ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. اگر شیعان ما که خدا اونها را موفق کند برای طاعت و بندگی خودش، ببین امام زمان داره برات دعا میکنه که موفق بشی بنده مطیعی برای خدا باش. اگر شیعیان ما یک دل و یک عقیده بودند در پذیرش ولایت ما، همه یک دل دم از ما میزدن و نوکری ما رو میکردن. یعنی یک گروه خاص نباید جشن نیمه شعبان برگزار کنند، همه باید کمک کنند. هنره، وقتشو نداری، مالشو که داری. مالشو نداری، وقتشو که داری. نه وقتشو داری نه مالشو داری. هنرمند که هستی بگو آقا هنر من رایگان در اختیار شما، من خطاطم، من تو کار کامپیوتر کار کردم. برای امام زمان چی کار کامپیوتری دارید؟ هنر تو خرج امام زمانت کن. یعنی همیشه منتظر نباش سفره پهن کنن سر سفره بنشینی و بخوری و بلنشی و بگی دستتون درد نکنه. یه بارم تو سفره بینداز. علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم. اگه همه یک دل بودن در پذیرش ولایت ما، میمنت دیدار ما از اونها به تأخیر نمی افتاد. سعادت مشاهده ما خیلی زود براشون اتفاق می افتاد. بعد حضرت درد دل می کنن آی خانوما، دختر خانوما، یه چند لحظه گوش بدید این جمله رو. امام زمان می فرماید فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره ولا نؤثره منهم. ما را که امام شیعانمون هستیم،
در پس پرده غیبت قرار نداده و از انظار پنهان نساخته الا اون خبرهایی که از شیعیان ما برای ما گزارش می شود. گناه آدمو بیچاره می کنه، زحمات چند ساله آدمو به باد می ده. گناه که جای خود، گاهی علاقه های بی جا به دنیا پیدا کردن بین انسان و امامش فاصله می اندازد. ائمه ما به ما اجازه دادن دنیا داشته باشیم، خونه داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، لباس خوب به تنمون کنیم، غذای خوب بخونیم، این اجازه رو به ما دادن. اما اون چه که قرآن و روایات به ما دائما گوشزد کرده و میکنه اینه که به این دنیا دل نبندید، علاقه نداشته باشید. این علاقه به دنیاست که آدمو بیچاره میکنه و بین انسان و امامش فاصله میاندازه. خیلی ها بودن تا دم در خیمه امام زمان هم رفته اند، اما به خاطر علاقه به دنیا نتونستن وارد خیمه بشن و آقا را ببین. قصه اون مرد عطار بصراوی، اهل بصره بود، عطار بود. میگه دم مغازم ایستاده بودم، دیدم دو نفر اومدن اما با یک هیئت خیلی زیبایی، قیافه هاشون، چهره هاشون، لباس هاشون با مردم بصره فرق میکرد. آمدن از من سدر و کافور بخرن. گفتم شما اهل کجایید؟ هیچی نگفت. رفتم کاراشون انجام دادم، دو مرتبه شما اهل کجا هستید؟ بازم جواب منو ندادم. بار سوم، بار چهارم اصرار کردم، به حق پیغمبر قسمشون دادم، تا قسم دادم انگار تسلیم شدن. گفتن ما از ملازمان رکاب امام زمان سلام الله علیهیم و یکی از اعوان انصار حضرت از دنیا رفته و حضرت به ما دستور دادن که بیایم صدر و کافورش رو از تو خریداری کنیم. این خودش خیلی برگه امتیازیه که صدر و کافوره یکی از اصحاب امام زمانو خود حضرت بفهمن از فلان عطار تو تمام دنیا، از فلان عطار تو بصره خریداری کنی. سری صدر و کافورشون رو پیچید و تقدیم اونها کرد و گفت من پولم نمیخوام، فقط یه خواهش دارم و اون این که میشه منم ببرید آقا رو زیارت کنم؟ گفتن دست ما نیست، حضرت باید اجازه بدن. گفتن دست ما نیست. گفت من خواهش میکنم منو ببرید، اگه حضرت اجازه ندادن برمیگردم. بعد از اصرار من گفتم باش، حرکت کردیم و از بصره رفتیم بیرون، رسیدیم کنار دریا. من منتظر بودم قایقی، کشتی، چیزی بیاد دنبال اینها، دیدم نه، اینا بسم الله گفتن و رفتن رو آب. من هم تو ایستاده بودم تماشا میکردم. گفتن چرا نمیای؟ گفتم چطور بیام، میترسم. گفتن نه ترس، خدا را قسم بده به حق ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، بعد از آنی که خدا رو قسم دادی بسم الله بگو، بیا رو آب، تو آب فرو نمیری. همین کارو کردم و بسم الله گفتم، رفتم رو آب، دیدم آب مثل زمین سخت شد. چند قدمی دنبال اینها رفتم، یک مرتبه باد و طوفان شد و دیدم باران شروع کرد، ابرها اومدن، باران شروع کرد، باران تندی شروع کرد آمدن. ناگهان رفتم تو فکر، اه من عطار صابونای جدیدی ساختم و اینا رو گذاشتم رو پشت بام، آفتاب بخوره خوش بشه، این باران همه رو از بین میبره. تا رفتم تو این فکر، رفتم تو آب، داد و فریاد و التماس کمکم کنی. شنو هم بلد بودم، شروع کردم شنا کردن. یکشون اومد دست منو گرفت، منو از آب کشید بیرون، گفت ای چه فکریه، تو داری میری به دیدار امام زمانت، وقت به فکر صابونی، استغفار کن از این فکری که کردی، از فکر دنیا بیا بیرون. توبه کردم و دو مرتبه گفت خدا رو قسم بده به حق ولی الله الاعظم امام زمانت بسم الله بگو، دو مرتبه گفتم و بسم الله گفتم، رو آب رفتم پشت سرشون. تا از آب گذشتیم و رسیدیم به یک منطقه، رسیدیم به یک خیمه، گفتن
آرزوی تمام آرزومندان عالم داخل این خیمه است. فقط باید بیستی تا برات اجازه بگیری. رفتن داخل خیمه، هنوز نیومده بودن بیرون، یه وقت صدای نازنین امام زمان بلند شد: ردوه انه رجل صابونی، برش گردونید، ای علاقه به صابون داره. تا در خیمه حضرت رفته اجازش ندادن به خاطر محبت به صابون. نه گناه باید بکنی، نه محبت دنیا باید تو دلت باشه. دنیا رو داشته باش، خوبش هم داشته باش، اما علاقه نداشته باش. لذا ما تو دعاها میخونیم اخرج حب دنیا من قلبی، خدایا محبت دنیا رو دلم بیرون کن، محبت خودت، محبت ولیت را در این دل ساکن کن. و اما برای این که چند لحظه این دلها بره، هم در خانه امام زمان، در سرداب مطهر و در خانه امام حسن عسکری، اون خانه‌ای که حضرت عمه امام حسن جناب حکیم خاتون گفت شب نیمه شعبان که شد، من عصر چهاردهم اونجا بودم، کارای حضرت رو انجام دادم، اومدم بلندشم برم، حضرت فرمود عمه جان امشب بمان پیش ما. گفتم آقا چرا؟ فرمود امشب خدا میخواد یه مولودی به ما عنایت کند که این مولود عالم را گلستانی از عدل و داد خواهد کرد. گفتم از که؟ فرمود از نرجس. گفتم آقا نرجس که اثر حملی در او نیست؟ فرمود مثل او مثل مادر موسی است. مادر موسی تا شب تولد پسرش هیچ اثر حملی در او نبود، چون فرعونیان میخواستن فرزند او را بکشن، لذا خدا مخفی کرد. این که از معجزات تولد امام زمان حکیم خاتون میگه اومدم بدن نرجس رو مشاهده کردم، معاینه کردم، دیدم هیچ خبری نیست از حمل. اما سحر که شد، یه وقت دیدم جناب نرجس خاتون بلند شد نماز شبش رو خوند، دو مرتبه رفت تو بستر خوابید، منم نماز شبم رو خوندم، اما دیدم خبری نیست. نزدیک طلوع فجر شد، یه وقت صدای امام حسن از اندرون بلند شد: عمه جان شک نکن، لحظات طلایی عمر نرجس فرا رسیده، فقط برو کنار او بنشین، سوره قدر را بر او تلاوت کن. میگه اومدم کنار او نشستم، سوره قدر را بر او تلاوت کردم، او هم از خواب بیدار شد و نشست. یه وقت دیدم مولودی که در رحم اوست با من سوره قدر را میخوانه. الله اکبر. یک مرتبه ضعفی بر او مستولی شد، ضعفی هم بر من مستولی شد، بیحال شدم، او هم بیحال شد، نوری بین من و او حائل شد، چیزی ندیدم، نفهمیدم چه شد. یه وقت به خود آمدم، دیدم یه مولود نورانی زیبا سر به سجده گذاشته، انگشت سبابه اش را طرف آسمان، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان جدی محمد رسول الله صلی الله علیه. او رو بغل کردم، بوسیدم، شروع کرد به ولایت امیر المؤمنین و همه ائمه طاهرین شهادت دادن، بعد دستاشو طرف آسمان بلند کرد: اللهم انجز لی وعدی و اتمم لی امری و ثبت لی وطعتی، خدایا اون وعده‌ای که به من دادی این وعده رو تمومش کن، که من بیام عالم رو پر از عدل و داد کنم، انتقام خون جدم حسین رو بگیرم، انتقام خون مادرم فاطمه زهرا رو بستانم. وقتی قنداقه را آوردم تحویل امام حسن دادم، فرمود بخوان پسرم. شروع کرد از تورات خوندن، از صحف آدم خوندن، از انجیل خوندن، از زبور داوود خوندن، از تمام کتب آسمانی خوندن، بعد هم از قرآن خود: و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه وقت چشمم افتاد به بازوی راست او، دیدم آیه ای روی بازوی راست او حک شده: جاء الحق و زهق الباطل. حق آمد،
دیگه باطل رفتنی است، فقط باید برای او دعا کرد. سخاوتمندانه که خودش فرموده و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم. شیعیان من، برای فرج من زیاد دعا کنید که این زیاد دعا کردن شما گشایشی در کار خودتان ایجاد میکنه. مولای یا مولای یا 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 مولای یا مولای یا یا مولای قربونی عشقاتون برم، دل بدید امشب به امام زمانتون. آی جوانا، پیر و جوان، زن و مرد، انشالله امشب از برکت همین عشقها آقای عیدی جانانه به هممون میده. الامتا يا مولاي وإلى متى وأي خطاب الأسف فيك وأي نجوى مولاي متى ترانا ونرى متى ترانا ونرى وقد نشرت اللواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملائك. آقا کی باشه ما تو رو ببینیم، تو هم ما رو ببینی، پرچم فتح و ظفر برافراشته باشی. ای جوونا، زن و مرد، پیر و جوان، پروانه وار گرد شمع وجودت را بگیرن، همه جان ناقابلمون و فدای تو بیا آقا. همه عالم به وجود تو می نازند، همه انبیا منتظر قدوم تو هند، مادر زهرا منتظر تو، جدت علی مرتضی منتظر تو، عمه گرامت امام حسن مجتبی ثانی شماری می کند تو بیای، جد غریبت حسین منتظر تو. کعبه می خندد، کعبه می خندد که آغاز ظهورش در من است. مکه می بالد که آثار عبورش در من است.
کوفه می نازد، کوفه می نازد که تشریف حضورش در من است. کربلا گوید، کربلا گوید، کربلا گوید که عشق و سوز و شورش در من است. همه دارن مینازن به امام زمان، اما دل من چی؟ دل ندا در داد، دل ندا در داد که این خورشید نورش در من است. خوشا به حال اونایی که مهر امام زمان در دل دارن. دل ندا در داد، دل ندا در داد که این خورشید نورش در من است. جان به توفه، جان به توفه مهد او، چون زائر بیت الحرام. ای زینت ابر غیبت خلق را خورشید و نور، ای فروغت کرده پیش از خلقت عالم ظهور، ای وجودت غائب و خلق جهانت در حضور. یبن کوثر، یبن طه، یبن یاسین، یبن تو. یا ابن کوثر، یا ابن طه، یا ابن یاسین، یا ابن طور. تو به ما نزدیک تر از مایی، تو به ما نزدیک تر از مایی، ما از تو دور. با گناهم یه کاری کردم که از تو دور افتادم آقا، تو امشب یه کاری کن، توبه منو قبول کن، یه نگاهی به دل من کن، منو منقلب خودت فرما. ای وصالت آرزوی دوستان، هجران بسر. ای وصالت آرزوی دوستان، هجران بسر. ای به باغ آفرینش باغبان، هجران بس است. ماه کنعان آفتاب مصر جان، هجران بس است. سیدی الغوث، الغوث الامان، هجران بس هجران بسرس. حال داری آخر مجلس یه سلام به سید الشهدا بدی که با همین سلام مختصر نام جزو زوار امام حسین ثبت بشه. همه یه لحظه رو به کربلا بنشینید. یه سلام جانانه با سوز دل، بعد برا آقاتون دعا کنید. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا بگو و حاجت تو بگی یا صاحب الزمان توبه کن و بگو یا صاحب اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لولي چهارده بار بگو